با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی همراهان عزیز اسکایتو، امیر حسین نساجی هستم و این بار در خدمت شما هستیم با دوره آموزشی هواپیمای ایرباس 300-600 شرکت این بیلد. خب دوستان، این هواپیما همونطور که میدونید جز یکی از محبوب ترین تایپ های ممکنه در کل تاریخ اوییشن بوده و یکی از تایپ هایی است که امروزه داخل ایران خیلی استفاده میشه و بسیاری از عزیزان به من پیام داده بودن که این دوره رو کی آماده میکنیم و خب ببخشید بابت یک تایمی که نبودم، اکثرتون میدونید کجا بودم و بالاخره برگشتیم. خب بریم از داخل هواپیما رو یه نگاه بندازیم. من قبلا با این هواپیما که پرواز رفتم واقعا لذت بخش بود و تمامی سیستم ها کامل کار میکنن و شما میتونید واقعا از پرواز کردن با این هواپیما لذت ببرید. همطور که میبینید داخل کاکپیت تمامی، حالا به جز سیکرت بریکر ها، تمامی پنل ها کامل هستن. شما میتونید تمام سویچ ها رو استفاده کنید، حالا شرایط مختلفی که داره، و امروز قراره با هم دیگه تمامی اونا رو بررسی کنیم. این هواپیما یه دونه تبلت هم داخل خودش داره که شما میتونید هم صفحه اولش همینه، از طریق پنل‌های مختلفی که شما میتونید داخل اونا اطلاعات مختلفی رو وارد کنید، مثلا برای توگا تیک آف پریفرنس هستش، حالا کلیر رو میتونید بزنید یا با کلیک کردن رو اینجا برید روی هر کدوم از منوهایی که میخواید. خب بریم یه خورده از بیرون هم هواپیما رو نگاه کنیم و بررسی کنیم. خب همونطور که میبینین الان هواپیما به طور کامل خاموش و در واقع میشه گفت روی حالت کلن دارکه و اگر که بخوایم یک چرخی دور هواپیما بزنیم میبینیم که مثل تمامی هواپیماهای ایرباس و بعضا تمامی هواپیماهایی که داخل شبیه‌ساز پرواز میکنن، یه هواپیما هم داره تیک آف میکنه اونجا، چقدر دوست داشتنی. عرض میکردم مثل تمامی هواپیماهای دیگه وقتی که هواپیما خاموش باشه و سیستم های هیدرولیک دیپرشرایز یا فاقد فشار کافی باشن، کنترل سورفیس ها یا سطوح فرامین سنگینی که مثل حالا این بورد ایلورن ها و الیویتور به سمت پایین سوق پیدا میکنن، خب برای جاذبه اونا رو به سمت پایین میکشه و حتی در باد شدید هم ممکنه رادر از حالت الاین صفر درجه خارج بشه. اما بعد از اینی که ما موتور هواپیما رو استارت میزنیم و سیستم های هیدرولیکی وارد مدار هواپیما میشن، تمامی سیستم ها ریسیت شده و به حالت اولیه برمیگرده. خب از قرار معلوم ما میتونیم باتری ها رو وارد مدار کنیم و از طریق استارت APU هواپیما رو روشن کنیم، یا بیایم داخل این صفحه، حالا من اینو میزنم که بیاد روی صفحه اول، از همینجا میتونه انتخاب کنید. پنل استیتس رو هم از اینجا میتونه انتخاب کنید، هم از این قسمت پنل استیتس. پنل استیتس رو که بزنید خب میبینید که حالت های مختلفی داره: APU running, cold and dark, on GPU, ready for take off و ready for taxi، که ما الان روی حالت cold and dark هستیم. و از قسمت ground operation میتونید load manager, load sheet و ground service رو انتخاب کنید و خب exit های هواپیما رو باز و بسته کنید. به طور مثال اگر ما قسمت در قسمت ground service external power رو انتخاب کنیم که چاکس رو هم میاره، air stairs و fuel truck رو میاریم. اگر که بیرون هواپیما ما ببینیم، خب درب هواپیما باز شد، به هر حال منتظر میمونیم تا ground service برسه، حالا تا چند ثانیه دیگه حتما میاد و میبینیمش. صفحه load sheet صفحه‌ای هست که شما میتونید اطلاعات وزن هواپیما رو به اون بدید تا محاسبات زیرو فیول ویت، سی جی و خب حالا فیول آنبورد رو که خودتون میتونید بهش وارد کنید بهتون بده.
و اگر قسمت لود منیجر رو برید میبینید که توتال فیول رو میتونید، حالا من ذره زوم کنم راحت تر ببینید، توتال فیول رو میتونیم بهش بدیم. به طور مثال همطور که میبینید با کشیدن این اسلایدر به سمت راست بهتون نشون میده که توی کدوم یکی از تنک های هواپیما سوخت رو ما داریم جایگذاری میکنیم. و خب اینجا هم نوشته left outer tank, left inner tank و right outer و right inner و center tank. از 35 تن به بعد، حالا این از 35 تن به بعد تمامی تنک های وینگ ما پر میشه، چه اینر ها چه اوتر ها، و بعد دیگه از سنتر تنک استفاده میکنن که البته مورد نیاز ما نیست. خب ببینید زیرو فیول ویت 100.2 و فیول آن بورد هم 33 تن. لود فیول رو که میزنیم فیول لود میشه، برمیگردیم قسمت لود شیت، زیرو فیول ویت 100.3، اینتر رو میزنیم، فیول آن بورد 33 تن، دوباره اینتر رو میزنیم و وقتی لود پیلود فیول رو که بزنیم کامپیوتینگ یا کلکیولیت میکنه و برای ما سی جی رو محاسبه میکنه. خب سن تو پریفرنس رو که بزنیم وارد اف ام سی هواپیما میشه که خب به هر حال الان زمانش نیست. خب دیدید که اکسترنال پاور رو ما وصل کردیم به هواپیما، روی اون که کلیک کنید میبینید برق وارد مدار هواپیما میشه و میتونید هر سیستمی رو که لایت آف اون روشن هست وارد مدار کنید، یعنی در واقع اون سیستم خاموشه. حالا که برق وارد مدار کردیم نب لایت رو روشن میکنیم، بیکن لایت رو هم روشن میکنیم که یعنی هواپیما آندر کمند ما هستش، که همونطور که میدونید دو تا چراغ وجود داره داخل هواپیما، یکی روی بدنه و یکی زیر بدنه هواپیما. یک چراغ چشمک زن قرمز به نام بیکن لایت که به تمامی عوامل خارج از هواپیما میفهمونه که هواپیما تحت امر خلبان هستش. و همونطور حالا من یه ذره هوا رو تاریک کنم بهتر معلوم باشه. و همونطور که میبینید در نوک بال سمت چپ هواپیمای ما یک چراغ قرمز و سمت راست یک چراغ سبز هست که به اون میگن نولایت. نولایت کارش اینه که به عواملی که خارج از هواپیما هستن و اون رو میبینن بفهمونه که آیا هواپیما داره بهشون نزدیک میشه یا داره ازشون دور میشه، که اصطلاحا میگن فیس تو آس، یعنی در همین حالت، و حالت بک تو آس که میشه در واقع این حالت. در این حالت هواپیما داره از ما دور میشه و ما اگر چراغی رو ببینیم راست رو سبز رنگ و چپ رو قرمز رنگ میبینیم، یعنی هواپیما داره دور میشه. به طور مثال شب ما مثلا یه هواپیما رو داریم ببینیم داره تاکسی میکنه، میخوام ببینیم داره از چه مسیری تاکسی میکنه، به سمت ما داره میاد یا نه، باید توجه کنیم به دو سر بال هواپیما، دنبال این دو رنگ بگردیم. خب بریم داخل، حالا من یه ذره هوا رو روشن کنم. خب همونطور که میبینین پنل های ما وارد مدار شدن و باید سیستم های IRS رو الائن کنیم که در قسمت توضیح پنل ها به اونها میرسیم. این یه نگاه اجمالی بود به هواپیما. خب بریم که یک توضیحی هم درباره تمامی پنل ها بهتون بدم و بعد انشالله هواپیما رو استارت بزنیم و یک پرواز دوست داشتنی رو با هم تجربه کنیم.